خب آقای طهماسب، من میخوام در واقع لحظه به لحظه اون قسمت از این برنامه شما رو همجا پخش بکنم برای خودم، استوب کنم و تحلیل کنم و بگم چی دیدم. زاویه دید خودم رو میخوام به شما نشون بدم، میخوام بگم چی دیدم. این آدمی که مثلا آوردی گذاشتی اینجا مثلا یک شهروند معمولیه. خب از این شهروند معمولی که خیلی ادبیات عامی هم داره میپرسی که اول شروع میکنی توضیح دادن که خیلی آدم خوبی هن ایشون و به خانوادش خیلی کمک میکنه، خرج خواهرهاش رو میده، خب و در کل آدم شهروند خوبیه. ازش میپرسی که خب شهروند خوب، سال قبل سال خوبی بهتری بوده برات یا امسال؟ و اونم میگه که سال قبل. و بعد تو با تعجب ازش میپرسی که خب این بر چی سال قبل بهتر بوده؟ و بعد اون میگه که خواهرم رو گرفتم. خب بعد از اینکه شما با تعجب با یه حالتی که مثلا گیجی نمیفهمی که پس اگه خواهرت سال قبل گرفتن پس برای چی سال قبل برات به سال بهتری بوده نسبت به سال پیش رو، همینجوری خودتو گیج نشون میدی و به تته پته هم میفتی و حیرون و سرگردون میگی که خب برای چی گرفتنش برای چی پس بهتر بوده. رفته تو خیابون بعد شهروند محترم هم به شما جواب میده که آره دیگه تو خیابون که میرفت سر کارش هم میرفت بالاخره گرفتنش دیگه. و میخوام استوب کنم روی همین موضوع که تو خیابون میرفت سر کار میرفت ولی توی شهروند داشتی خرج اون خواهرت رو میدادی که سر کار میرفت. خب بالاخره اون سر کار میرفته و داشتی خرج خودش رو در میآورده یا تو داشتی خرجش رو میدادی؟ یعنی حتی زنی که کار میکنه سر کار میره و پول در میاره حتما باید یک مردی پیدا بشه خودشو معرفی کنه به عنوان این که داره خرج اون زن رو میده. مرسی بابت این نکته. خب همینجوری که شما داری گیج و اینها از این ایشون سوال میکنی که خب پس اگه تو خیابون رفته و نمیدونم گرفتنش اینا برای چی سال قبل خود سال خوبی بوده و داری سعی میکنی سر در بیاری که این شهروند در واقع برای چی برش سال خوبی بده، اون میگه آره یه پسر پیدا شد و گرفتش یه پسر پیدا شد و خواهرش رو گرفت، بنابراین سال قبل برش سال خیلی خوبی بوده. یعنی این شهروند اصلا توی این اجتماع زندگی نکرده، این شهروند تنها چیزی که اولویتش بوده این بوده که یک پسری پیدا بشه که در انتها هم میگه اون پسر یک الگنگ مفت خوره، یک پسری پیدا بشه و خواهرش رو بگیره. یعنی تمام اتفاقاتی که تو این اجتماع افتاده توی 6 ماه اخیر برای اون شهروند هیچ اهمیتی نداشته، هیچ اهمیتی نداشته. بچه های ما مردن، زندانی شدن، شکنجه شدن، هیچ اهمیتی نداشته که به قول خود آقایون حکومتی 100,000 نفر که توی اعتراضات شرکت داشتن عفو خوردن. یعنی ما 100,000 نفر زندانی رسمی داشتیم، هیچ کدوم اینا اهمیتی برای این شهروند نداشته. کجا داشته زندگی میکرده؟
شهروندی که شما آوردیتش از کجا آوردیتش؟ بعد از اینکه شما از اون شوک تصنعیتون در میایین و متوجه میشین که خب یک پسری پیدا شده و خواهر ایشون رو گرفته و الان یکی از گره های این خانواده باز شده، خب بعد شهروند بیخبرتر از شما میگه چرا تعجب کردی؟ چرا ناراحت شدی؟ چرا قبض روح شدی؟ خب یه پسری پیدا شده و خواهر منو گرفته، براش آرزوی خوشبختی کن. البته یه الدنگیه اون پسری که اومده خواهر منو گرفته، خواهر شاغل من رو گرفته، اون یه الدنگیه و من دارم خرج اون رو هم میدم، خرج خواهره رو که خودش سر کاره و داره پول در میاره رو میدم، خرج اون الدنگ رو هم میدم، ولی خوشحالم، در هر صورت خوشحالم از اینکه یک الدنگی پیدا شده و خواهر شاغل من رو گرفته. خب همین خوبه، همین هم از سعی ما زیاده، همین کافیه، یعنی همین که یکی پیدا بشه این خواهر ما رو بگیره کافیه، خرجش هم میدیم، اشکال نداره. آقای تحماس، میدونی زن زندگی آزادی یعنی چی؟ به گوشت خورده؟ توی 6 ماه به گوشت خورده؟ فکر کردی ما نکاتی رو، تک تک کلمات، زبان بدن، واژه هایی که توی این ویدیوی شما پخش شده، فکر کردی ما نمیفهمیم اینه یعنی چی؟ به تمسخر گرفتن چیزی که کمر ما رو شکسته، فکر کردی ما نمیفهمیم این یعنی چی؟ به تمسخر گرفتن خیزش زن زندگی آزادی، زیر سوال بردن هویت مستقل یک زن رو توی این ویدیو فکر کردی نمیفهمیم یعنی چی؟ اگر مخاطبت بزرگ ساله این یک معنا داره، اگر مخاطبت کودک و نوجوان یک معنای دیگه ای داره. در هر صورت معناش و پیامش خیلی واضح و مشخصه. شما یک برنامه پر کردی برای این حکومت بر علیه مردم و بابتش پول گرفتی.